میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان و همسفران گرامی در ایران و سایر کشورهای فارسی زبان. باز در خدمت شما هستم برای گفتاری دیگر و این بار درباره مسئله‌ای که این روزها بسیار در مورد اون گفتگو میشه، یعنی کشور تاجیکستان و اوضاعی که در اونجا جاری است و برخورد رئیس جمهور این کشور با مقوله اسلام که از دو طرف مورد بررسی قرار میگیره. برخی شادند از این که رئیس جمهور تاجیکستان احزاب اسلامی رو ممنوع کرده، بسیاری مساجد رو بسته، قوانین زیادی رو تصویب کرده به کمک مجلس این کشور که مثلا رفتن افراد زیر 35 سال به حج ممنوعه، تحصیل دانشجویان رو در مدارس مذهبی در بیرون از تاجیکستان ممنوع اعلام کرده و این دانشجویان به کشور بازگشتن، میگن بیش از 1000 تن. درباره لباس زنها اشاره شده که لباس ملی و تاجیکی رو بپوشند و از پوشیدن لباس اسلامی خودداری بکنند، یعنی چادر، روسری، مقنعه. و نیز حتی در مقوله ریش مردان قانونی گذرانده که ریش معلمان نباید بیش از 3 سانت باشه و خیلی چیزها از این قبیل. بسیاری از این کارها به دلیل این که منطقه خاورمیانه و نیز بسیاری کشورهای دیگه درگیر مسئله اسلام از ظهور جمهوری اسلامی تا الان هستند با استقبال روبرو شده. میگویند درود بر رئیس جمهور تاجیکستان و قوانین او. و عده‌ای نیز مخالفند، این رو مطابق با یک دیکتاتوری میدانند. ممنوعیت احزاب، لباس، ریش و بسیاری چیزهای دیگه و میگویند تأثیر منفی خواهد داشت. البته در میان مخالفان این کارها ما با دو نظر و دو دسته از مردم روبرویم. یکی کسانی که از زاویه اسلامی و گاه ارتجاعی قضیه رو میبینند و معتقدند که هویت مردم تاجیکستان هویت اسلامی است و نباید رئیس جمهور این کشور این ممنوعیت ها را اعمال بکنه. و دسته دیگر مسلمان نیستند ولی معتقدند که این فشارها موجب بازگشت اسلام ارتجایی و سنتی خواهد شد و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. به طور خاص حرکت رضا شاه رو در سرکوب آخوندها، در مقوله کشف حجاب و بسیاری چیزهای دیگه روی میز میگذارند و نیز کارکرد آتاتورک رو، و معتقدند که وقتی فشار باشد اسلام و اسلامگرایان تقویت خواهند شد. این رو من صحبت خواهم کرد ولی همینجا اشاره خواهم کرد، فارغ از
رد یا قبول حرکت رئیس جمهور تاجیکستان، مردم جهان تجربه اسلام در حکومت رو نداشتند. در سالهای 70 اسلام آبرو و حیثیتی داشت که الان اون رو ندارد. با ظهور جمهوری اسلامی، وضعیت مردم ایران، ظهور القاعده، ظهور بسیار سازمان‌های مذهبی اسلامی که مثل داعش، بوکو حرام و خیلی های دیگه، طالبان افغانستان و وضعیتی که در جهان اسلامی حاکم است و از وضع دوره رضا شاه نیست. ولی اجالتاً از این بگذاریم و مقداری به کنکاش در ماجرا بپردازیم، ببینیم واقعا کار رئیس جمهور تاجیکستان چه بوده و اساساً این کشور که به خصوص از نظر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و زبان پارسی و به خصوص فرهنگی که مشترک است در میان ایرانی ها و تاجیک ها چه وضعی داره. من همیشه تاکید می کنم که متاسفانه از یک طرف و خوشبختانه از طرف دیگر در تاجیکستان فرهنگ ایرانی، اون بخش زنده و سالمش، از احترام بیشتری برخوردار است تا در جمهوری اسلامی آخوندها. مثلا سعدی بسیار محبوب و مطرح است، حافظ بسیار محبوب و مطرح است، فردوسی که اصلا یکی از ستونهای فرهنگی تاجیک هاست، سیمین بهبهانی چهره است بسیار شناخته شده و محبوب و محترم در میان تاجیک ها و نیز چهرهای تاریخی مثل کوروش که مجسمه عظیم اون رو فکر کنم در برابر موزه شهر دوشنبه برپا کردند. و اگر به اسامی تاجیک ها رجوع بکنیم، اسامی اونها فارسی است، از قهرمانان، از پادشاهان، از خلاصه گل و گیاه و هر آن چیزی که رنگ و بوی ایرانی دارد گرفته شده است. و بنابراین بد نیست که ما این فعالیت‌هایی رو که رخ داده، ماجراهایی رو که در جریان است بین رئیس جمهور و مجلس و مردم و نیز مخالفان، مقداری بنگریم و بیاندیشیم که چه خبر است. ولی من ترجیح میدم که سخن رو با شعری از سعدی شروع کنم. میدونید که در ادبیات فارسی در میان شاعران ایرانی، تاجیکستان جای والایی دارد، به خصوص زیبایی مردمانش. و سعدی ما رو نیز که همونقدر که اینجا محبوبه، تاجیک ها نیز دوستش دارند، گویا دل در گرو زیبایی از تبار تاجیک بوده که سروده: تا که دل بر من دل بار تنهایی کشد، ترسم از تنها یهوالم به رسوایی کشد. کی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت، عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد. سرو بالای من ار چون گل آیی در چمن، سرو بالای من ار چون گل آیی در چمن، خاک پایت نرگس اندر چشم بینایی کشد. روی تاجیکانت بنمای تا داغ حبش، آسمان بر چهره ترکان یغمایی کشد. که اینجا زیبای تاجیک رو میگه روی خود را بنمای تا داغ حبش، خط سیاه، آسمان بر چهره زیبایان یغمایی کشد، که قبیله‌ای بودند گویا اونها نیز به زیبایی مشهور.
شهد ریزی چون دهانت دم به شیرینی زند، فتنه انگیزی چون زلفت سر به رعنایی کشد. دل نماند بعد از این با کس، که گر خود آهن است ساحر چشمش به مغناطیس زیبایی کشد. خود هنوزم پسته خندان عقیقین نقطه ایست، باش تا گردش قضا پرگار مینایی کشد. سعدیا دم در کشر دیوان خوانندت، که عشق گرچه از صاحب دلی خیزد به شیدایی کشد. در هر حال سعدی که غزلهای عاشقانش واقعا بی نظیره در ادبیات پارسی، و شعر سعدی در مقایسه با شعر حافظ شعری زمینی. عاشقانهای سعدی رنگ خاک و زمین و انسان رو داره، ولی حافظ با اینکه از خاک شروع میکنه ولی پروازهاش فرا میره و جای خوشحالی است که سعدی و حافظ و بسیاری از شاعران ما رو استاد بزرگ آواز شجریان که همیشه زنده است با صدای زیبای خودش زنده کرد و در گوش ها نشاند. اما از سعدی ما برویم به سراغ تاجیکستان. ببینید، با تاجیکستان رو نخست شناخت، ولی من در مقدمه و قبل از اینکه به خود تاجیکستان بپردازم، یک تابلوی میخوام در مقابل شما بگذارم که جنگ رو بنگرید، که جنگ بین چیست؟ آیا جنگ بین فقط رئیس جمهوری است که چندی قبل به عنوان پیشوای ملت معرفی شد و یعنی میخواد تا پایان عمر بر سریر ریاست جمهوری بماند، یا به جز سودای حکومت رئیس جمهوری خود رو محق میدونه، ماجرای دیگری هم هست، یعنی جنگ بین دو هویت که یکی درست عین هویت ما ایرانی ها که متاسفانه مسموم شد و فراموشش کردیم و با ورود خمینی اندک اندک داریم بیاد می آوریم که ما قبل از ظهور اسلام متولد شده بودیم 15 قرن قبل و ایرانی بودیم و هویت راستین ما رو اسلام مهاجمی که وارد ایران شد و بعد آخوندهای مختلف مسموم کردند و ما رو از اون تهی کردند و ما رو به این روزگار کنونی نشاندند و حال ناقوس بیداری دره به صدا در میاد. آیا این سوال رو نمیشه کرد که در تاجیکستان نیز در زیر پوسته جنگ رئیس جمهور و بستن احزاب سیاسی و اسلامی و ممنوع کردن بسیاری کارها، در عمق یک جنگ واقعی وجود داره بین تاریخ تاجیکستان با تاریخ تحمیلی و جعلی؟ به خصوص که اگر ما دقت بکنیم، در این جنگ پای دو کشور در میان است، یکی پای جمهوری اسلامی یعنی حکومت آخوندهای ایران که در حقیقت نخستین حکومتی است که بر سر کار اومد بعد از یک سقوط سنگین دولتی که میراث بر 2500 سال شاهنشاهی بود، یعنی محمد رضا شاه، و یک آخوند اومد و بر این سرزمین که حدود فکر کنم 13-14 برابر تاجیکستان وسعتش یعنی ایران و مادر تاریخی و جغرافیایی بسیاری از کشورهای منطقه است، بدون اینکه ما دست رو این بگذاریم که باید مثلا ایران بزرگ تشکیل بشه، ایران زمان هخامنشی یا ایران زمان نادرشاه یا شاه عباس، ولی واقعیت اینه که
ایران یک امپراتوری بود، یکی از دو امپراتوری بزرگ دنیا که بسیاری از کشورهای جدا شده و مستقل کنونی تاریخاً و به صورت فرهنگی و هویتی در حقیقت ایران رو به عنوان مادر میبینند و میدانند. در هر حال ایران یعنی سرزمینی که روزگاری تقریبا 7 برابر الان وسعت داشت، یعنی حدود 12 میلیون کیلومتر مربع زمان هخامنشیان، الان در دست آخوندهاست و ملاها برانند که یا بران بودند، الان من نمیدونم با این وضعیتی که دارند هنوز هم بران هستند یا نیستند که امپراتوری خودشون رو ایجاد بکنند. این بار امپراتوری اسلامی رو و با صدور انقلاب خودشون، اسلام خودشون، کشورهایی رو که به هر حال اسلام در اونها ریشه داشته و برای اونها سنی و شیعه مهم نیست، نفوذ خودشون رو میکنند. مثلا در تاجیکستان که حدود 80% از مردمش به صورت هویتی مذهبی در حقیقت سنی هستند و نه شیعه، ولی جمهوری ملایان که واقعا اسم این جمهوری رو نمیدونم مثلا میشه روی حکومت ملایان گذاشت یا نه، با نفوذ در تاجیکستان تلاش کرد که نخست از جریانها و گروههای قانونی تاجیکستان مثل حزب نهضت اسلامی خلاصه ریشه های خودش رو محکم بکنه. خودش میگوید که اگر گذاشته بودند که فعالیت بکنه، صلح، ثبات و خلاصه آبادانی تاجیکستان تضمین میشد و بهانش اینه که حزب نهضت اسلامی حزبی است معتدل. باید اولا تعریف معتدل رو از ملا پرسید، زیرا خودشون رو معتدل میدونن در مقابل گروه های تندرویی که زیر پوشش عربستان هستند به گفته آخوندهای جمهوری اسلامی و گروه های وهابی سلفی. میگه که ما اگر گذاشته بودند اسلام رو تبلیغ بکنیم، اسلام معتدل رو، در مقابل افرادگرایی صد ایجاد می کردیم. بسیار این دردناک و در این حال مضحکه، زیرا طی 43 سال این اسلام معتدل اونها باید دید که بر سر مردم ایران چه آورده است، چه مقدار تیرباران، چه مقدار زندان رفته، چه مقدار ترور روشنفکران، چه مقدار فقر و بدبختی و فحشا، چه مقدار بیکاری. بنابراین باید گفت که اون شعر معروف، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی، تو در بیرون در سرزمین خودت چه کردی که میخوای بیایی به داخل تاجیکستان و اونجا باعث صلح و ثبات ما بشی. مسئله ای که آخوندها روی اون تاکید میکنند، در حالی که در داخل ایران خودشون ضد تمدن ایرانی هستند و تاجیک ها نگهبانان فرهنگ کهن خودشون که فرهنگ ایرانی و فارسی است هستند و خودشون نیز شاخه ای روشن از آریایی ها هستند، جمهوری اسلامی که قرابت های تاریخی ما بیشتره و باید بگذارید ما فعالیت بکنیم و چون ما رو محدود کردید موجب شده که عربستان سعودی به رقابت برخیزه با ما و اسلام وهابی سلفی رو در این کشور بپراکنه. حال ما بریم به سراغ
اشاره وار روابط کشور تاجیکستان با گروه های اسلامی و اسلام. وضعیت تاجیکستان در رابطه اسلام در عین اینکه شبیه وضعیت ایرانی هاست ولی تفاوت های هم داره. نخست اینکه اینها شیعه نیستند، سنی هستند و تشیع وضعیتش مقداری متفاوته، یعنی سنی ها با یک الله روبرو هستند و پیامبرش و یک سری صحابه‌ای که دور ورشند که چندان برای مردم شناخته شده نیست و نیز چهار خلیفه که مورد احترام اونها هستند. ولی در تشیع ما با الله روبرویم، با پیامبر روبرویم، با 12 امام روبرویم و با حدود 11500 امامزاده که در سراسر ایران پراکنده شده و روی مقوله هویت بیش از به اصطلاح مقولاتی که تسنن روی اون انگوش میذاره درگیر با هویت، اگرچه اون ور هم هست ولی اینجا غلیظ‌تره، به خصوص وقتی که وارد یک مبارزه فرهنگی میشیم. اسلام در هر حال در تاجیکستان وارد شده، من اشاره خواهم کرد چگونه، و آمیخته با مردم و از این زاویه نزدیک هم با ایران داره هم با عربستان. در تاجیکستان برای اینکه ما مواضع رئیس جمهور این کشور رو بدانیم و کارکردهایی که این روزها جار جنجال زیادی برپا کرده، جریان‌های اسلامگرا در طی سال‌های قبل، یعنی به خصوص بعد از اینکه شوروی سابق فرو پاشید و اندک اندک کشورها پررنگ شدند و مستقل شدند، اسلام نیز فرصت پیدا کرد که خودش رو وارد بکنه. نوع اولش اسلام گرایان سنتی و عرفی هستند که مردم عادی رو، بخشی از مردم عادی رو شامل میشن و اینها نزدیکی های نسبتاً میان روانه‌ای با اسلام دارند. این حزب نهضت اسلامی که مورد علاقه آخوندهای ایران هست از این احزاب است. نوع دومش گروه های تندروی هستند که تحت تأثیر جنبش های اسلامی کشورهایی مثل عربستان و سعودی قرار دارند و اینها در حقیقت اگر دقت بکنیم وارداتی هستند، یعنی از اوایل دهه 1990 نخست در دره فرغانه پدیدار شدند و رشد کردند و اینها در بین سالهای 1996 و 1997 این سازمان ها سازمان های اسلامگرایی بودند که به جنبش اسلامی ازبکستان نیز وضع شدند. بعد از اون هم حزب التحریر اسلامی، جریان اکرامیه و جنبش اسلامی ازبکستان مهمترین نمایندگان رادیکالیزم و افرادگرایی خودشون رو نشون دادند. اینها در ته ذهن همون تفکری رو دارند که به اصطلاح کسانی دارند که میخواهند یک خلافت جهانی بر پایه اسلام بنیادگرا تأسیس بکنند و طبعا این اسلام اسلام اهل تسنن است و موفق شدن تعدادی از جوانان و زنان و مردان فقیر رو جذب خودشون بکنن و نیز گروه های ناراضی رو
و وقتی که ما کنکاش بکنیم میبینیم که پاکستانی اعتقاد وهابی دارن با سلفی ها، با طالبان، با القاعده در افغانستان، اینها ارتباط دارند و به دلیل این که مرز داره تاجیکستان با افغانستان، اینها راحت میتونن رفت آمد بکنن، نیرو بگیرند، امکانات بگیرند. و حزب التحریر در اواخر دهه 1990 ظاهر شد و در شمال و غرب کشور ریشه دماند و گسترش یافت، به خصوص بر پایه وضعیت فقر و ناآرامی‌های عمومی رشد کرد و نیز گروه های میانه رو چون موفق نشده بودند کاری انجام بدند، یعنی شرایط سیاسی رو تغییر بدن، اینها جذب گروه های تندرو شدند. اینجاست که ما نفوذ خارجی رو میبینیم. دولت تاجیکستان کوشش کرد که یک قرائتی که مخصوص به خودش از اسلام ارائه بکنه، ولی نتوانست این کار رو بکنه، زیرا گروه های معتدل اسلامی، به اصطلاح معتدل و میانه رو، اینها دخالت میکردن. آخر کار کار به مقابله کشید و درگیری و سرکوب و سرانجام ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام شد و حق مشارکت قانونی در کشور رو در ساختار قدرت سیاسی از دست داد. این وضعیت اندکی از وضعیت واقعا تاجیکستان است در رابطه با اسلام. ولی باید دقت بکنیم که این ظهور اسلام مجددن، من اشاره کردم که در دوره رضا شاه و آتاتورک میتونست عکس العمل ایجاد بکنه، همینطور در دوره سلطه 60-70 ساله کمونیسم، دولت کمونیست در حقیقت بر تاجیکستان و کشورهای شبیه اون، و بعد از اینکه دولت تزار سقوط کرد، در حقیقت به نوعی اسلام زیر فشار رفت، اسلامی که افشا نشده بود، اندرونش مثل الان روشن نبود برای مردم. و به همین دلیل وقتی که شوروی فرو پاشید، یک رؤیای دوردستی در اذهان بود، پر از خرافات و مقدسات پوچ و یاوه، که گویا میتوان با اسلام سیاسی رسید به آزادی و برادری و برابری و جامعه‌ای که خلاصه اون چیزایی که پیامبر اسلام وعده داده و آخوندها چه شیعه و چه سنی بر روی منبرها وعده اون رو دادن، شکل خواهد گرفت. این چنین بود که اسلام افراطی نیز سر و کلش پیدا شد، به خصوص که همزمان با این کشاکش ها طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند و این عامل بسیار نیرومندی شد که به تمام گروه های افراطی اسلامگرا در آسیای مرکزی جان تازه‌ای ببخشد. بعد نیز گروه های اسلامگرا از پاکستان، از ترکیه، از سایر کشورها روانه شدند به سوی تاجیکستان و جنبش اسلامی، زیرا تاجیکستان دروازه ورود اسلام به آسیای مرکزی بود و میتونستن خلاصه از این طریق اسلام خودشون رو تقویت بکنند. این حضرات در طی سالهای گذشته، ببینید من اینا رو تاکید میکنم، دقت بکنید تا بدونید که فقط مسئله دیکتاتوری یا نمیدونم فشار نیست، بلکه یه واقعیت خیلی هولناکتری وجود داره که باید اون توجه بکنیم، یعنی جدال اسلام به اصطلاح میان روی آخوندها و اسلام تند روی گروه های وهابی و سلفی است در کشوری کوچک با فرهنگی که موفق شدن بخش عظیمیش رو حفظ کنن، فرهنگ گذشتشون رو،
بر سر هویت. این اقداماتی رو گروه های وهابی و سلفی انجام دادن، بخشش این هاست که شما اگر دقت بکنید، تدوین و انتشار انواع اقسام کتاب های مذهبی با نگاه وهابی سلفی، کمک های مالی فراوان به جریان های وابسته به اونها، تأسیس و احداث مساجد و نهادهای مبلغ سلفیگری و بنیادگرایی، آموزش جوانان تاجیک در مدارس دینی وابسته به خودشون، اعزام مبلغان سلفی به مناطق مختلف کشور تاجیکستان، استفاده از ظرفیت گروه های افراطی القاعده و طالبان برای نفوذ در میان مردم تاجیکستان، سوء استفاده از فقر مالی فقیران تاجیکستان برای جذب اونها در گروه های افراطی، و اینقدر این کار اوج گرفت که در سال 2009 نهادهای امنیتی تاجیکستان تعداد سلفی های بنیادگرای تاجیک را حدود 200 نفر معرفی کردند. این در حالی بود که خود اونها از رقمی بالای 20,000 نفر صحبت میکردن در کشوری که جمعیتش 8-9 میلیون نفر بیشتر نیست. ماجرای سوریه که رخ داد و کشت و کشتار و بحران، افکار بنیادگرایانه سلفی در تاجیکستان ریشه بیشتری پیدا کرد و در برخی از مناطق تاجیکستان گروه های تندرو شبیه داعش، جبهت النصره، پرچم خودشون رو برافراشتند و نیز تعدادی از اطبای کشور تاجیک روانه شدند برای مبارزه علیه دولت‌های سوریه و عراق برای کمک به داعش. ببینید، این مسائل نشون میده که در طول سالها اسلام عزیز موفق شده بود که این کشور رو که داشت نفسی برای خودش میکشید تا اندازه زیادی اشغال بکنه. ایران از یک طرف، عربستان از یک طرف، تندروهای سوریه از یک طرف، و این جنگ و جدال الان هم ادامه داره در درون تاجیکستان، و کشاکشایی که وجود داره ما باید در این رابطه ببینیم. این اندکی بود که من در مقدمه لازم دونستم بگم. خب کشاکش ها بسیار است و رنگارنگ. مثلا یکی از رهبران این گروه های اسلامی میاد با خامنه ای دیدار میکنه، از طرف دیگه امام علی رحمان رئیس جمهور روانه عربستان میشه تا در اعتراف ضد تروریسم شرکت بکنه، ولی موافقت نمیکنه و سفر خلاصه ناکام برگزار میشه. این وضعیت تاجیکستان است به طور مختصر، بسیار مختصر. ما توجه باید داشته باشیم که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که قبلا رحمانوف بود، ولی این اوف رو حذف کرد و حتی به خاطر اینکه کاملا اسمش تاجیکی باشه، اگر مصاحبه و سخنانش رو بنگریم خواهیم دید که بسیار تغییر کرده. روزگاری بود که گفت دین مبین اسلام فرهنگ ملت ماست و هر تاجیک تباری به مسلمانی خود، تاجیک تباری به مسلمانی خود افتخار میکند، چون اسلام ریشه در فرهنگ تاجیکستان دارد. اینا رو من دارم از روی متن میخونم، برای اینکه حرفای رئیس جمهور رو رفتم گشتم پیدا کردم ببینم که نظراتش چیست. در میان مردم منطقه غجنی در شمال دوشنبه میگه از جمعیت 7 میلیون نفری تاجیکستان 98% مسلمان هستند و به پیوند خود با دین و فرهنگ اسلامی ارج مینهند. الان البته جمعیت گویا 9 میلیون. رحمانوف مساجد تاجیکستان را یک رکن و مکان مؤثر برای تربیت جامعه به ویژه نوجوانان دانست و افزود دولت به جایگاه مساجد و نقش روحانیون ارج می‌گذارد.
جای دیگه میگه تاجیک ها ملتی متمدن، کهن و دارای سنت های قدیمی هستند. هر تبعه این کشور باید در حفظ و غنی کردن از سنت و فرهنگ ملی خود تلاش کند. اندک اندک رئیس جمهور، گفتم این که میخواهد رئیس جمهور مادامون باشد حکایت دیگری است. این که کارکردهای اشتباه اگر داشته باشد چه خواهد شد، باید صحبت کرد. ولی مسئله اینه که این چه خوب و چه بد گام به گام گویا به عنوان رئیس جمهور مملکت یه تجربه رو در از سر میگذرونه. اول میگه خوبه، ولی بعد میبینه میگه که این موضوع که تاجیکستان قصد دارد در رویارویی با فرهنگ‌های جدید و مرحله گذار از جهانسازی میراث تاریخی و هویت ملی خود را حفظ کند حائز اهمیت است. میره رو هویت ملی که بیشتر تاجیک است، ایرانی است، پارسی است، گره خورده به یک ذخیره عظیم گذشته است. بعد من نگاه بکنید، اولش میگه اسلام، ولی پله پله که میایم پایین، به گفته رحمانوف برای حفظ هویت ملی و سنت های فرهنگی تاجیک فقط افتخار کردن به مسلمانی و فرهنگ قدیمی کافی نیست، بلکه باید با به دست گرفتن پرچم این افتخار در پی آموزش فناوری معاصر باشیم و در روند مدرنیزه کردن. بعد از آخوندهای تاجیک میخواد که و علمای مذهبی که در خطبه ها و موعظه های خود وظایف اسلامی رو فقط به نماز و روزه و اینها برگزار نکنند، بلکه جوانان را به فراگیری شغل و آموزش هنر راهنمود کنند. در جای دیگه میگه که با توصیه فرزندان خود به مهرورزی، میهندوستی و پاسداری از زبان مادری تاجیکی فارسی، آنان را به فراگیری زبانهای روسی و انگلیسی هم تشویق نماید. ببینید این کشوری است که اولا تاجیک ها، همجا اشاره بکنم، در تاجیکستان 8-9 میلیون هستند. در کشورهای بسیاری پراکندند، از چین گرفته تا قطر و جای دیگه، حدود 20 میلیون نفر اینها نژادن تاجیکی هستند و فرهنگن، ولی در کشور خودشون نیستند. در خود تاجیکستان ترکیبی از ازبک ها، قرقیز ها، روس ها، ترکمن ها، تاتار ها، عرب ها و شماری دیگه هستند که این کشور رو تشکیل میدن. و این کشور با گذر از یک تجربه میبینیم که این نرمش گام به گام تبدیل میشه به جنگ حکومت تاجیکستان علیه اسلام، که سر و صدای انواع آخوندهای ایرانی و غیر ایرانی رو در آورده که حکومت تاجیکستان در تلاش نابودی شعار اسلام است، از اسلام تا چند دیگر چیزی نخواهد ماند، و این به بهانه جنگ علیه تروریسم است و قوانین ضد دینی خودش رو به بهانه تروریسم به اسلام ستیزی تبدیل کرده، توهین کرده به شاعر، دل هزاران و میلیاردها مسلمان رو رنجانده است، هجمه فرهنگی کرده است، میخواهد سکولاریزم بی قید و بند رو پیش رو بگذارد، جوانان رو از تحصیل دینی در خارج از کشور محدود کرده، بی حجابی رو تبلیغ میکنه، جوانان رو گفته به مسجد تا 18 سالگی حق ندارن برن، تراشیدن ریش رو اجباری کرده و خیلی کارهای دیگه. جوانان نباید به حج برن قبل از 35 سالگی، صدور حکم منع ازدواج با خویشاوندان و اقربا و بسیاری چیزهای دیگه که من بعدا بهش اشاره میکنم. ولی من این مقدمه رو گفتم که شما بدونید که ما با چه سرزمینی و چه وضعیتی روبرویم. تا وقتی که وارد اصل مطلب می شویم چیزی ناگفته نماند. با این مقدمه من فکر می کنم که لازمه که ما مقداری برای شناخت مشکلی که الان روی میز قرار داره، روی میز تاجیکا و مورد بحث من و شماست، ما این کشور رو بشناسیم تا بدونیم چه هویتی با چه هویتی
درگیر است. این تاجیکستان کشوری کوچک که یکی از کوچکترین کشورهای منطقه است که تاجیکستان هم در اون قرار داره و گویا 94مین کشور جهان است از نظر وسعت. این کشور ولی اگرچه نه به هیئت تاجیکستان ولی دیروز به دنیا نیومده. کشوری است که پایتختش دوشنبه است، زبان رسمیش پارسی تاجیکی است. گروه های قومیش تاجیک، ازبک، قرقیز، روس و حکومتش حکومتی است متمرکز، رئیس جمهورش امام علی رحمان است. و قوه مقننه مجلس عالی دارد، مجلس اعلا، مجلس ملی، مجلس سفلا، مجلس نمایندگان و در 9 سپتامبر 1991 یعنی 30 سال قبل از شوروی اعلام استقلال کرد و این کشور مساحتش 143,100 کیلومتر مربع است و جمعیتش حدود 8,611,000 نفر طبق آخرین سرشماری خودش جمعیتش. واحد پولش هم از سامانی که احتمالاً برمیگردد به عصر سامانیان که بر این منطقه حکم روا بودند و در شعر زیبای رودکی که خانم مرزیان رو خوند با بنان، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، اشاره به همین سرزمین زیباست که به خصوص از نظر طبیعی بسیار پر آب کوهستانی است و از نظر کشاورزی بسیار پیش رفتیم. تاجیکستان هم طور که اشاره کردم کوچکترین کشور آسیای میانه است. هم مرز است با افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین و بزرگترین شهر این کشور هم دوشنبه است. و قبل از این بریم به دوردست‌های تاریخ. این سرزمین اگرچه به صورت مستقل تاجیکستان در دور دست‌ها وجود نداشت ولی برحال وجود تاریخی داشت. فرهنگ‌های زیادی رو در درون خودش پرورد که از دور دست‌ها که بگذاریم بیایم نزدیک‌تر، تمدن‌هایی که نام می‌برند بهره برده ازش، تمدن آموردریاز، فرهنگ آندرونو، فرهنگ بودایی، فرهنگ مسیحی نستوری، فرهنگ زردشتی مزیسنا، آیین مانوی و آخرین فرهنگی که به این سرزمین وارد شد فرهنگ اسلامی است. تاجیکستان در دوردست‌های تاریخ جزئی از شاهنشاهی هخامنشی بود و شاهنشاهی کوشانی، شاهنشاهی ساسانی بر این سرزمین حکم راندند. بعدها هپتالیان، بعدها دولت سامانی، بعدها مغولها، بعدها تیموریان، سرانجام امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فرمان روا شدند. میبینیم که از چه گذرگاه‌هایی تاجیکستان عبور کرده و در سال 1991 اشاره کردم که آزاد شد ولی بعد از اون ماجراهای بسیاری رو گذروند. شیوه کشورداری تاجیکستان ریاستی است که 4 استان یا ولایت دارد. زبان اصلیشون فارسی است ولی زبان روسی رو مردم تاجیکستان میدانند و در برخی نقاط زبان روشنی، اشکاشمی و وخی و امثال اینها رواج داره. 93% تاجیکستان کوهستانی است و
اقتصاد این کشور یک اقتصاد گذار است و آلومینیوم و پنبه از تولیدات اصلی تاجیکستان است. ولی کمی ریستر بشویم. واژه تاجیک وقتی ما دنبالش میگردیم نام تبارهایی از داها بوده، پارتها و اشکانیان، دهی، تاجیک، دجیک گفته میشدن و این تاجیک رو میگن نامی است که ترک ها بر ایرانیان گذاشتن، زیرا ایرانی ها کلاهی بر سرشون میگذاشتن که شبیه به تاج بود و در حقیقت میگفتن تاجیک که بعد تازیک و تاجیک. در این باره بسیار بحث کردند بزرگان این سرزمین و نیز بزرگان سرزمین خود ما، من جمله استاد بهار در صرف‌شناسی درباره واژه تاجیک مفصل صحبت کرده. دیگه این واژه به فارس ها گفته می شد و فارس ها رو تاجیک می گفتند و در ادبیات ما نیز همونطور که اشاره کردم در نقاط فراوانی از اون یاد شده، به خصوص سعدی شعرهای عاشقانه بسیاری داره که از تاجیکان یاد کرده، بان چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه، نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه. تاجیک ها مردمان ایرانی تبار و ایرانی زبان هستند و بخش های معروف خجند، فرغانه، زرافشان و پامیر تاجیکستان رو تشکیل میدن. در دور دستا اشاره کردم که شاهنشاهی هخامنشی بود که در حقیقت بخشی از امپراتوری هخامنشی تاجیکستان بود. در سرنوشته داریوش هخامنشی در بیستون از بلخ و سغد یاد میکنه و تاجیکستان در حقیقت ساتراپ هایی داشته که یعنی فرماندارانی که خراجگزار شاهنشاهی هخامنشی بودند و نشانه های بسیاری از روزگار هخامنشی در تاجیکستان وجود داره. بعد از هخامنشیان، من این رو دارم برای میگم که بدونیم چه هویتی با چه هویتی درگیر الان، فقط مسئله رئیس جمهور تاجیکستان نیست، مسئله است تاریخی. ما باید ببینیم و نقد خودمون رو اگر لازم است از کارهای رئیس جمهور هم انجام بدهیم، ولی درست. بعد از هخامنشیان، وقتی که هخامنشیان سقوط کردن، اسکندر مقدونی لشکرکشی کرد به سوی سیهون و جیهون و جنگ ها چند سال به درازا کشید. اینجا یکی از قهرمانان تاجیک به اسم اسپنتمان، سردار یا سغد، دلاوری بسیار نشان داد و بعد از اسکندر، سلوکوس یکم جانشین اسکندر این سرزمین ها رو به خودش اختصاص داد و دختر اسپنتمان رو به ازدواج خودش درآورد و فرزند اونا آنتیوخوس که نیمه تاجیک و نیمه مقدونی بود، بعد از پدر پادشاه ایران و سوریه شد. یعنی این دو سرزمین زیر حیطه قدرت آنتیوخوس بود که در حقیقت ایرانی تباری تاجیک و نیز مقدونی تبار بود. بعد از اسکندر، تاجیکستان شد بخشی از دولت یونانی بلخ و مدتی نیز کوشانیان بر اون حکومت کردند. در قرن چهارم میلادی ساسانیان این سرزمین رو در زیر حیطه قدرت خودشون درآوردند. بعد ترکان بیامانگرد اومدن با ساسانیان درگیر شدند و موفق شدند بیامیزند با ایرانیان و در حقیقت ایرانیان رو در خودشون ناپدید کردند و در
سده ششم میلادی موفق شدن هپتالیان رو شکست بدن و فرمان روایی پهناوری رو به دست بیارند که چندان دوامی البته نیاورد. در آستانه ورود اسلام به این سرزمین، سغد و برق دو کانون برجسته و توانمند فرهنگ و تمدن ایرانی بود. اهالی سغد مشغول بازرگانی بودند، یعنی حرفشون این بود، و اهالی برق کشاورزانی بسیار هوشمند و پرکار، و هنوز هم این ویژگی در شمال جنوب تاجیکستان خودش رو نشون میده. این سرزمین فتح شد، سغدیان بیشتر شهرنشین بودند و هر شهر فرمانروایی جداگانه داشت، فرهنگ نیرومند داشتند، و پس از اسلام مسلمانان از سال 50 تا سال 130 هجری دائما حمله کردند به این سرزمین. حالا باید رفت تاریخ رو خوند که چگونه این سرزمین ها فتح شد، چقدر مردم از دم تیغ گذشتن تا ما بدانیم. اگر امروز رئیس جمهور تاجیکستان خلاصه تندی نشون میده در مقابل اسلام گرایان، باید دید که این تندی رو هزار برابر در ورود به تاجیکستان اونها نشون دادند. به هر حال این سرزمین در طول 60-70 سال فتح شد. در دوره سامانیان، دوره نوزایی فرهنگ پارسی بود، چون اینا ریشه ایرانی داشتند و نسب خودش را به پادشاهان قدیم میرسوندند، و زبان فارسی دری در این سرزمین جریان یافت و در حقیقت شالودی ملیت تاجیکان رو این زبان سفت و سخت کرد. وقتی زبان دری گسترده شد، زبانهای دیگه اندک اندک رنگ باختن، زبانهای مثل زبان سغدی، زبان بلخی، زبان خارزمی، و بعد از اون باز ما شاهد تاخت و تاز ترکان قراخانی هستیم که اومدن به بخارا رو گرفتن، سامانیان رو سرنگون کردن و آسیای میانه رو مسخر کردن. بعد نوبت ترکان سلجوقی شد، بعد نوبت خوارزمشاهیان شد که قراخانیان رو سرنگون کرد. بعد از اون غزنویان آمدند و فرارود به چنگ دودمانهای ترک در آمد. بعد مغول ها آمدند. میبینید که این چه گذرگاهی است این تاجیکستان. و موقعی که مغول ها آمدند، در یورش مغول یکی از قهرمانان نامداری که در ایران نیز بسیار مشهور بود در دوره‌ای که ما در دبیرستان بودیم و در کتاب‌های فارسی می‌خوندیم، ماجرای تیمور ملک فرماندار خجند رو که تسلیم نشد و در مقابل مغول‌ها از خودش ایستادگی نشان داد، و تیمور ملک رو امروز شاعران و خوانندگان و خلاصه اهل هنر تاجیک به صورت یک قهرمان ملی اون رو میشناسند و بارها درباره اون نوشتند و سرودند. بعد از مغول‌ها جغتایی‌ها اومدند، بعد تیمور اومد. در دوره تیموریان بعد از کشت و کشتارهای اولیه دوران رونق بود، به خصوص سمرقند که بسیار رشد کرد، عمارت‌های بسیار ساخته شد، و در این دوره ما شاهد بسیاری از مکانهای تاریخی هستیم که در دوره تیموریان ساخته شده. دولت تیموریان رو ازبک ها از بین بردند و وضعیت عوض شد. زبان ترکی جغتایی دوباره در روستاهای فارسی زبان رو به پیشرفت گذاشت، و به همین دلیل کسانی که تغییر زبان داده بودند و ایرانی نژاد بودند بهشون میگفتند سارت. بعد از
شیبانیان، ازبکهای هشترخانی اومدن جای شیبانیان رو گرفتن و خلاصه همینطور تاجیکستان دست به دست میشد، دولتی میومد میرفت، دولت دیگه جایگزین میشد. طبعا با کشت و کشتار همراه بود، با آوارگی همراه بود و سرانجام ما میرسیم به دوران تزارها و روسیه تزاری که نیروهای روسی وارد پامیر شرقی میشن و انجمن مشترک انگلستان و روسیه مرز آسیای میانه رو از جمله در پامیر شناسایی و تعیین میکنه و مردم آسیای میانه مثل مردم خجند و دیگر بخش‌های تاجیکستان شمالی رفتن زیر فرمان روسیه تزاری. بعد انقلاب روسیه رخ میده و در سال 1917 میلادی نخست میشه جمهوری خودمختار شوروی ترکستان، یعنی بخشی از جمهوری خودمختار، بعد جمهوری خلق بخارا و بعد هم جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی. در حقیقت ازبکستان و تاجیکستان با هم دیگه در پیوند قرار میگیرند و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا موقعی که شوروی، در حقیقت شوروی سابق، فرو میپاشد. البته از وقتی که جمهوری مشترک تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد تا اون موقع قضایای زیادی رخ داد که از اون میگذریم و شورش های زیادی رخ داد، به خصوص در دهه اول حکومت شوروی قیام های علیه حکومت مرکزی رخ داد، رفتن شمال افغانستان اونجا جنگیدن، استالین رهبران حزب کمونیست تاجیکستان رو به ملی‌گرایی و خیانت متهم کرد و 66% این رهبران رو برکنار کرد، تعدادی از اونها رو تیربارون کرد، رئیس جمهور و دبیر شورای مرکزی و رئیس کنگره خلق رو اخراج کرد، چند تا رو اعدام کرد و این سرکوب های دهه 1310 خورشیدی یا 1930 میلادی تقریبا تمام مقامات تاجیک کنار زده شدند و جای خودش رو دادن به مقامات روس. همین سرکوب ها در دوره استالین زمینه نخستین رشد اسلامگرایی رو پدید آورد. قدرت در اون زمان در دست خجندی ها و متحدان کولابی بود. از سال 1150 خورشیدی که مطابق است با 1970 میلادی ما سر و کله گرایش به اسلام رو، یعنی بالا گرفتن باورهای اسلامی رو در میان مردم تاجیکستان میبینیم. در سال 1157 شورشی رخ داد علیه روسا که 13,000 نفر در اون شرکت داشتند و بعد از حمله شوروی به افغانستان تعداد زیادی از مردم تاجیکستان به علت مخالفت با این حمله بازداشت شدند. یعنی اینجا سرکله اسلام و اسلامگرایی داره پیدا میشه، اسلامی که هنوز افشا نشده، یعنی در میان باورهای مردم مقدسه. گورباچوف که آمد در سال 1164 مبارزه با فساد رو آغاز کرد و تعدادی رو برکنار کرد، دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان رو خلاصه برکنار کرد و بعد اندک اندک میرسیم به دوره‌ای که به اصطلاح حوالی استقلال هست. در بهمن 68 یعنی 1990، فوریه 1990 خبر اومد که تعدادی از آوارگان ارمنی رو میخوان اسکان بدن در شهر دوشنبه. مردم اعتراض کردند، درگیری شد بین مردم نیروهای پلیس، تعدادی کشته شدند
و مردم در تظاهرات خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی شدند و نیز بازگشایی مسجدها و احیای فرهنگ اسلامی. وقتی که این درگیری ها انجام شد، فعالیت حزب رستاخیز و حزب دموکراتیک تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی غیرقانونی اعلام شد و در سال 1990 قهار محکموف به ریاست جمهوری برگزیده شد و در 31 اوت 1990 یک تظاهراتی برپا شد که موجب استعفای او شد. بعد نوبت قدرالدین اسلانوف شد رئیس جمهور، رئیس شورای عالی، و بر سر کار اومد، ولی شورای عالی که اکثر نمایندگان کمونیست بودند او رو برکنار کردند و رحمان نبیوف رو جانشین کردند. ممنوعیت حزب کمونیست لغو شد. میبینید که در این گردون همینطوری میچرخه، گاه اسلام مورد حمله قرار میگیره، گاه حزب کمونیست رو ممنوع میکنن، فعالیتش رو دوباره لغو میکنن و سرانجام به حال تعلیق در اومد و رئیس جمهور استعفا کرد. و خلاصه پس از کشاکش های بسیار و عوض شدن چند تا رئیس جمهور در سال 92، مقصود اکراموف دستور نصب مجسمه فردوسی رو به جای مجسمه لنین داد و تظاهرات شدت بیشتری گرفت. مخالفان حکومت که در حقیقت مخالفان حزب کمونیست نیز بودند، تظاهراتی بزرگی رو ترتیب دادند که حدود 150 تن در طی این تظاهرات که 51 روز طول کشید کشته شدند و وزرای زیادی خلاصه کنار کشیدند و پس از مدت ها این درگیری ها خاتمه یافت و درگیری احزاب در منطقه شروع شد و اینجاست که ما شاهد جنگ داخلی تاجیکستان هستیم که اگر بخوایم بدانیم چرا رئیس جمهور اینطوری برخورد کرده، باید تاریخ این کشاکش ها رو از دور دست ها ببینیم، به خصوص در دوره اخیر. من اجالتا به همین اندازه اکتفا می کنم در یک صحبت دیگه درباره جنگ داخلی، کشتار ده ها هزار نفر، آوارگی صد ها هزار نفر چیزهای خواهم گفت، نکاتی رو تاکید خواهم کرد تا ما بدانیم که مشکل کنونی تاجیکستان در مورد اسلام زایده چیست و فقط خواست رئیس جمهوری نیست که میخواهد بر سریر قدرت تا پایان زندگی بماند و چنان که معروف است پس از خود فرزند خودش رو به جانشین خودش برگزیند، یعنی حکومت رو تبدیل کنه به یک حکومت پادشاهی مثلا. این رو میذارم برای برنامه بعد تا بهتر بدانیم که ماجرای تاجیکستان چیست، ارتباطش با ایرانیان چیست، با جمهوری اسلامی، با کشورهای مثل عربستان، و اینکه چه نقشه‌ای در سر دارند برای این کشور و نیز در این کشاکش آیا مردم تاجیک مثل سالهای 1990 فکر می‌کنند یا بعد از تجربه 30 ساله میدانند که هر اتفاقی بیفتد به از آن است که بنیادگرایان سلفی بر سر کار آیند و خط بطلان بر همه آزادی ها بکشند. این رو میذارم برای برنامه دیگر. موفق باشید و تا دیدار دیگر، بدرود.